سلام و تقدیم یک دنیا محبت به تمامی بیننده های عزیز برنامه اشک و لبخند. شما را به تماشای یکی دیگر از برنامه های اشک و لبخند خوش آمدید میگویم. امید از تماشای برنامه امروزی لذت برده و تا پایان برنامه ما را همراهی نمایید. بدبختان روز یک شنبه 21 قوس در نتیجه اصابت راکت های دشمنان افغانستان و دشمنان صلح و آرامش در چندین نقاط شهر کابل چندین هموطن ما جانهایشان را از دست داده و خسارات جانی و مالی را برای باشندگان کابل به بار آورده است. با اصابت این راکت ها آرامش حداقل صبحدم باشندگان رنج دیده افغانستان به هم خورد. ما در برنامه قبل برای ترمیم و برگشتاندن زندگی اصلی این آسیب دیدگان خواستیم منازلشان را دوباره اعمار و امروز در برنامه وسایلی که در اثر این حادثه آسیب دیده را برایشان خریداری کرده و هرچی زودتر آنها را به زندگی اصلیشان برمیگردانیم. امید با ما همراه باشید. دشمنان افغانستان حالا از هیچ گونه ظلم و ستم دریغ نمی ورزند. آنها بالای دین و علما و اهل قلم هم رحم ندارند. در این منزل که مربوط به امام مسجد این دهکده است با صدها جلد کتاب دینی آسیب دیدند و نمی شود به مرتکبین این جنایات انصاف کرد. سلام برسم وطنهای عزیز، خدا کنک جور و سلامت سرحال باشین در جایی که زندگی میکنین. بالاخره رسیدیم به خانه مولوی صاحب که به اثر راکتای کور تخریب شده بود و ما امروز قرار است به خیر که خانه از اینا رو مثل وطن قبلی ما کاکا قسیم دوباره ترمیم کردیم و میخواییم که دوباره با زندگی عادی خود برگردن. دیگه فعلا منتظر شیشه‌شان هستیم، شیشه را بیاره پرته، بعد از او بخیر فرش میکنیم. و دیروز همکارای ما آمده بودن چت هم سطح کردن و امروز قرار است فرش شوه بخیر و البته انواریام در جایش مانده شوه، کتابا را بیچینیم منظم کنیم، فردا بند شوه، بعد از او بخیر باز از جناب مولوی صاحب خداحافظی میگیریم و شکر خداست که فامیلشان دیگه جای به مهمانی بوده و خودشان در تدریج بوده، در مسجد به کس آسیب نرسیده. و او خانه قبلی را که ما ترمیم کردیم اونجا فقط هم سرگلولش فکر کنم انفجار کرده بود، خود راکت نکرده بود، در اینجا انفجار کرده بود که تصویرش هم شما در برنامه گذاشته تماشا کردیم. پس ما را ببینین، بیننده باشین تا آخر کار. بیچینن خدا خیر به هر کسی که کمک کرده و کمک میکنه. موسیقی
بخیر جای کتابان جور شد، فردان بند شد، قالینام، مواد خوراکرام بخیر گرفتیم، کمپلان دراز، یک پوش توشک دیگه همکارها رو روان کردیم، خدا کنک پیدا بتانن. دیگه چی احساس داری؟ چی نظر داری؟ چی گفتنی داری برای دوستا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی می فرماید اتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحم من في السماء. الله می فرماید شما تعاون کنین، کمک کنین با یک دیگر در کار نیک، در کار تقوا پرهیزگاری، در کار خیر و هم دیگر. ولا تعاونوا شما تعاون کمک نکنین با یک دیگر در گناه و معصیت. واقعا کمکی را که برادرها کردن هر کسی کرده است خداوند در دنیا و آخرت پاداش نیک برای اینها بتا. از خدا خواهان این چیز هستیم خداوند به اینها بتا و که این قسم کمک ها را میکنن با مرد مظلوم و بیچاره و غریب و ناتوان. اگر الله پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید که ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء. شما رحم کنین، دلسوزی کنین سر اهل زمین، یرحم من فی السماء که رحم کنه بالای شما اهل آسمان که پروردگار است، ملائکه رحمت است، فرشته های الله تعالی است. دیگه واقعا قابل ستایش است کسی که این قسم برنامه را پیش میبرن. یک عظیم خیر است، بهتر خیر است که با امر فقیر بیچاره می شود. ما شما جهان سپاس میکنیم، خداوند عمر بر شما برکت بده، خداوند شما را از مصیبت دنیا و آخرت نجات بده. و کسی که این کار کرده است، برنامه را جور کرده است، و کسی که مالی جانی لسانی هر قسم کمک میکنه با امر فقیر بیچاره با امر مسلمان ها، خداوند دنیا و آخرت کامیاب و سرفراز داشته باشد. دیگه باقی ما و شما را هم حاضرین و غایبین از غم، درد، مصیبت و مشکلات نجات بده. و فقط یک پیام با دولت خود داریم که باید به حق این مظلوم ملت افغانستان دل بسوزانند. بس از دیگه که یک قدر کردن، یک قدر خوردن، بردن، دیگه کامه که یک از صد ام 15% 20% هم کسته دی مردم دل بسوزن، انشالله ای وطن جور میشون. نگه خداوند نوار توفیق هدایت نصیب کنه، توفیق نیک عمل نصیب کنه که به ملت، به وطن، به خوار غریب فکر خدا کنن. ببینیم که وطن میگه مثل مادر است، قسمی که مادر بالای انسان حق حقوق داره، همچنان وطن هم بالای انسان حق حقوق داره. شرعان ببینید که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که از مکه مکرمه هجرت به سوی مدینه منوره میکنه، دست خدا بالا میکنه، گریه میکنه که ای وطن ما، اگر ما را ظالما از تو خارج نمیکنن دیگه ما هیچ وقت از تو دور نمیشدم. امروز وطنداره ما در کشورهای غرب، در کشورهای بیگانه، اونا به چه قسم به ذلت وقت تیر میکنن، به بسیار ناچارگی، بسیار بیچارگی، به بسیار دیگه و دیگه از وطن، از قوم، خیج، از خود بیگانه دور هستن. ولی او با کسی میفهمه که وطن دور شود. اگر در این وطن ما از انجینر را، دکتر را، عالم را و کارمند را دیگه را ایجا عزتش باشه، قدرش باشه، احترامش باشه و در امن باشه، چرا مردم از وطن خود فرار کنند؟ چرا ما در وطن بیگانه برویم؟ ما در این وطن خود از هر چیز خود کفایت هستیم، هر چیز پورا مکمل داریم. باید کشورهای غرب، کشورهای جهان به وطن ما چیکارن؟ سلامی وطن. یک خال الحمدلله در سرزمین تمام دنیا بهترین اسلام، بهترین الگو برای بحث جهان است. و دیگر این که مدنیت که خداوند برای ما نصیب کرده است، هر چیز مکمل است. میواجهات دیگه چیزایی که خود شما میفهمین، دیگه خداوند اینا رو توفیق بده که به این چیزا فکر کنن و دل بسوزانن به وطن، به مردم ما وطن. دیگه شما یک جهان سپاسگزار هستیم و خداوند شما در دنیا و آخرت کامیاب و سرفراز داشته باشد. خداوند شما را کم نکنه، خداوند شما را عزت بده که شما در این فکر هستین. ما واقعا بسیار آمدن رفتن، یعنی دا 15 تلویزیون آمد، فقط ما کار خدا کردن رفتن. بله. ولی شما اول که آمدین گفتین که گلکاری جکی است. بله. ما شما تشکری میکنیم. سلامت باشید. از این اول تا آخر که دمید سیر شما ایجا یعنی کدی ما کمک کردین، یعنی رفتن آمدین، یعنی تلاش کردین که مردم زمستان است، در مشکل قرار دارن. خداوند شما را اجر عظیم نصیب. قربانت بخیر با جناب مولوی صاحب. دیگه ما هم خوش شدیم کل کتابات محفوظ شد و عظیم میتونی که به اولاد از این وطن یک چیز تدریس کنی. قربانت، سلامت باشی. این خوشبختانه جای خوشی است که
اولادات فامیل دمو روزه که حادثه پیش آمد نبودن اینال که بیان خانه یک رنگ دیگه داره دیگه من خوش میشن انشالله و خدا خیر بده دوستای را که کمک میکنن و ما چم که مار دروغن یام رسید یا نرسید اموارم تسلیم شو بخیر باز ما از پیشت خداحافظی میگیریم دوستای عزیز یک تصویر ببینن دیگه فقط کمپلا مانده که سه دانه فکر کنم یا چهار دانه کمپلا است همکارم رفته او را میاریم تسلیمش میکنیم مار دروغن و بورا و چای چیزی که ضرورت خانه است او را خریداری کردیم و یعنیم قالین و پرده و شیشه و البته خود ارسی و این انواری و یار کلش با کمک دوستا ما آوردیم دیگه فقط ما یک وسیله شدیم دیگه خدا خیر بده دوستای را که دیش و روز کمک میکنه اینه دوباره میتونیم به زندگی تان هم اتحادی ادامه بدیم قربانتان مکارونی، گوگر، چای، بوره، آش، رب، دیگه چی هست؟ لوبیا، یک بوجی برنج، یک بوجی آرد، دیگه نمی برای یک 20 روز یک ماه تا کفایت خواهد کرد انشاءالله. قاری صاحب، این تشویش کمپل داشتی نه؟ کمپل هم رسید دیگه. اگه اجازه باشه که ما بریم بخیر خداوند شما به دنیا و آخرت با عزت باشه خداوند شما را کم نکنه خداوند شما را دیگه توفیق نصیب کنه سلامت باشه افغانستان که ما کنیم چه از طریق شما باشه چه از طریق هر دوستی که کار میکنن این برنامه را جور کردن با خاطر خوار غریب و بیچاره ناتوان دیگه خداوند فقط خودش میبینه عالم الغیب است بالکل دیگه ما چیزی گفته نمیتونیم که خداوند پاداش را برشان با عزت باشه سلامت باشه قربانت این یک هزار دگام ایرم دلت که باز تکیه توشک گرفتی به خاطر که یاد همکار ما رفته یا پیدا نکده یا ای که یکان گاز ماز مندازی دیگه زمستان سعیست ایره تفکر نکنین که ای خیرات است ای فقط یک کمک هموطنهایتان از برادرهایتان خواهرهایتان که در خارج زندگی میکنه میگه یک برادر ما مسکین و بیچاره است انت یک حالت سرش آمده می خواهیم که در زمین یک کمک کنم اما که پروردگار میگه که کل ما و شما با یکی دیگه خود مثل برادر و خواهر هستیم دیگه و نمور هموطنهای ما عملی میکنم شوز روی به درد آورد روزگار دیگر روزها را نماند قرار همه تو رسنه اگر یک چیز در جان تو بخله دیگه خواهد من دردش به ما میرسه اگر احساس داشته باشه قربانتان دوستا عزیزی بود برنامه امروز ما تقدیمتان کردیم دو خانواده را دوباره به زندگی عادیش برگشتاندیم با کمک های شما ما فقط یک وسیله بودیم ما زحمت برو و بیای خدا کشیدیم خداوند با کل ما را خیر بده و این گلای غیبی را دیگه از وطن ما دور بسازه به جای از قلم به کتابچه به که اطفال ما با آرامی و تمام ما باید با آرامی زندگی کنیم تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان هر جای که هستین پیروز سربلند باشین یادتان نره که زمستان سرد در پیش است تمام هموطنهایتان نیازمند است 5000-10000 هرچی که دارین روان کنین که ما وسیله شده برشان برسانیم خداوند یار مددگار دید. و ما سپاسگزاریم از آقای احمد ضیا خیر که از استرالیا مبلغ 33500 افغانی و از آقای عظیم جان که از روسیه مبلغ 9000 افغانی را به این برنامه کمک کرده بودند که کمک های صورت گرفته در این برنامه به 42500 افغانی می رسد که از آن جمله مبلغ 3700 افغانی مواد ساختمانی مبلغ 3650 افغانی شیشه برای دو ارسی مبلغ 6500 افغانی یک تخت قالین برای اتاق مبلغ 700 افغانی خریداری پلاستیک به اتاق مبلغ 1150 افغانی تکه برای مسطح مبلغ 1000 افغانی برای ترمیم کار این منزل مبلغ 3900 افغانی
سه عدد کمپل، مبلغ 9500 افغانی الماری و کرایه انتقال آن، مبلغ 4100 افغانی پرده برای دو ورسی و یک دروازه، مبلغ 6800 افغانی مواد ارتزاقی، مبلغ 1000 افغانی هم نقدان پرداخت شد و مبلغ 500 افغانی هم مصرف غذای کارگران پرداخت کردید که مصارف مجموعی در این برنامه به 42500 افغانی می رسد.